در ولایت کندهار در جریان مبارزه علیه مواد مخدر کمپاین آگاهی آمد در مورد اضرار استعمال و تولید مواد مخدر با مساعی مشترک ریاست معرف ولایت کندهار، شورای علما، ریاست حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد از طرف ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار در ولسوالی ها، مکاتب، مدارس، تجمعات بزرگ و مساجد برای آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر تدویر می‌گردد. در روند برنامه‌های آگاهی عامه از طرف ریاست مبارزه علیه مواد مخدر برای شاگردان لیسه عالی صوفی صاحب ذکور شهر کندهار توسط نمایندگان ریاست معرف، شورای علما و ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در مورد اضرار استعمال و تولید مواد مخدر از نگاه اسلام، صحت، اقتصاد و با وجود آمدن مشکلات اجتماعی توضیح و تشریح گردید. مولوی دین محمد عضو شورای علمای ولایت کندهار گفت استعمال تمام انواع مواد مخدر از نظر اسلام منع می باشد. مرده ارشاداتی سهاغشیان ارشادات ما برای مردم این است چیزی که به عقل، صحت و سلامتشان مضر باشد جلوگیری نماید. منصور احمد یک تن از شاگردان لیسه عالی صوفی صاحب ذکور شهر کندهار می گوید تولید مواد مخدر یک تهدید بزرگ برای جوانان و نوجوانان به شمار می رود و اکثر جوانان با خطر اعتیاد مواجه می باشند. ما از جامعه جهانی و دولت افغانستان می خواهیم که برای جوانان زمینه اشتغال دائمی را فراهم نمایند. اول قدم که دادی سزای و جان منن نکنم. اظهار سپاس می نماییم که جهت آگاهی از عواقب ناگوار مواد مخدر به مکتب ما آمدند. جوانان باید از این پروگرام های آگاهی عامه استفاده نمایند و نباید شکار مواد مخدر شد. محمد علم مدیر لیسه عالی صوفی صاحب ذکور شهر کندهار می گوید به تمام جوانان که شامل معرف هستند روزمره برایشان از طرف معلمین اضرار مواد مخدر بیان می گردد. استادان مزامین عصری و دینی برای شاگردان معلومات می دهد تا از مواد مخدر جلوگیری نماید. گل محمد شکران رئیس ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار می گوید در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر فعلا کمپاین تبلیغاتی منع تولید و استعمال مواد مخدر و یا آگاهی آمد در مورد اضرار مواد مخدر در ولسوالی ها، مکاتب، مساجد و در گردمایی های بزرگ ادامه دارد. ما تلاش می نماییم که به نسل نو که شاگردان مکاتب می باشد پروگرام های آگاهی عامه را برای ذهنیت دادن سالم آنها تطبیق نماییم که در آینده بر ضد کشت و استعمال مواد مخدر مبارزه جدی نماید. به قول شکران در ولایت کندهار با گذشت روز تعداد معتادین افزون می گردد. اکثر از بازگشت کنندگان از ایران به تریاک، از پاکستان به هیروئین و در شهر کندهار تعداد زیادی به چرس معتاد می باشند. انوش ننگیال یک تن از نمایندگان اطفال و سفیر کشت حلال و سرسبزی به ولایت کندهار مدت قبل سفر نموده بود و اینیز از اطفال و زارین ولایت کندهار خواست که به عوض کوکنار کشت حلال را زرع نمایند. همون شعیب تلویزیون آشنا.